بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت تمام مردم ملت رئیسی افغانستان. واقعا هر لحظه که صدای زیر خبری رو میشنوم که باز در افغانستان انتحاری شده، یعنی هر لحظه از عمر من کاسته میشه و از عمر من کم شده میرم. علت لایو آمدن فقط دیستم میخوایم لایو بیم. واقعا خسته شدیم از انتحار، از انفجار. هر روز باید صدای زیر بشنویم که اعضای فامیل خود از دست دادیم، پدر خود از دست دادیم، مادر خود از دست دادیم. واقعا خسته شدیم، بسیار دردآور است. من که امروز اینجا دور هستم و رنج میکشم و از حال احوال پدر خود و فامیل خود خبر نیستم و فقط از این میفهمم که پدرم مجبور است و تا حال ندیدیمش. واقعا خسته شدیم. من حیث یک افغان، من حیث یک کسی که واقعا همیشه باید درد بکشیم، همیشه باید رنج بکشیم. آخر چرا؟ گناه ما چی است؟ آیا ما امروزی که شما را انتخاب کردیم، بر شما ما رأی دادیم، به این خاطر رأی دادیم که امروز هر لحظه باید ما اعضای فامیل خود از دست بدیم؟ لعنت به تو اشرف غنی، لعنت به تو ادمر، لعنت به تمام تا، لعنت به دکتر عبدالله، به همه شما لعنت، لعنت به شما خائنا. به این خاطر ما رأی ندادیم که هر روز هر روز باید از اول مرگ یک عزیزای خدا بشویم. لعنت برتان. واقعا قلبم درد میکنه. امروز واقعا به تنگ آمدیم از دست شما ارگنشینای خائن، بی غیرت های، بی حیثیت ها، بی وجدان ها. ای کاش یک اعضای فامیلتان از دست بتین که حداقل درک کنید درد مردم و بیچاری مظلوم ما چیست. لعنت به سرتان، لعنت به شما خائنا، لعنت به سرتان، بی حیای، بی حیثیت ها. اشرف غنی کلمرغ بی حیثیت، او بی وجدان. تا بکن با یک تسلیت گفتن و برای که را به میدیا ظاهر میشی، تسلیت میدی، کدام درد دوام میکنی؟ آیا درد اون مادری را که امروز اعضای فامیل خود، اولاد خود از دست داده؟ واقعا وقتی که چشم باز میکنی به یک امید که حداقل از خانه میبرایی که به امید از یه دوباره برگردی به خانه و اولاد تا میبینی، بی خبر از که از خانه میبرایی و دیگه هیچ وقت اولاد تا نمیبینی. بسیار دردآور است. خاموش نباشید در مقابل یک نشینای خائن. تا به کی خاموشی؟ امروز یک اول یک از میشنوی که این از دست دادی، او از دست دادی. تا به کی؟ خسته شدیم، خسته شدیم، خسته شدیم، واقعا خسته شدیم از ایالت افغانستان. هر روز تسلیت دادن، هر روز تسلیت دادن، واقعا دردآور است. درست است من اعضای فامیل خود از دست میتم، اما به این مانا نیست که هموطن خود از دست میتم. هر لحظه چرا که فامیل خود دوست دارم، پدر خود دوست دارم، مادر خود دوست دارم، دیده ندارم. وقتی که امروز به وقت لایف برام زنگ میزنن میبینم دوستای من برام نشان میتن میبینم، واقعا بسیار دردآور است که هر طرف میبینی. من یک تصویر دیدم که واقعا بسیار برام دردآور بود، حتی گفت نمیتونم خود کنترل کنم، بسیار برام دردآور است. او پدری که بخاطر یک لقمه نان از خانه بیرون میبرایم و برای از او، برای اولاد از او، فقط یک توتی دست از او را میبرن. خدا لعنتتان کنه ارگنشینای خائن، خدا لعنتتان کنه. تا بکی با خون ریختاندن مردم بیچاره و مظلوم افغانستان چی میخواین شما؟ چرا زنها را بیان میسازین؟ چرا اولادای مردم یتیم میسازین؟ چطور تا به قسمت وزارت داخل آمد؟ چطور داخل شد؟ آیا اگر دست خود حکومت نباشه، تو حکومت خائن امروز جسد داشته باشی، هیچ وقت به اونجا نمیرسد. فقط میگم لعنت خدا بر سرتان، خداوند لعنتتان کنه، خداوند بی عزتتان کنه، خداوند سخت استان پرسان کنه که هر روز هر روز هر روز خون مظلوم بیچاری افغانستان میریزد و شما فقط به میدیا حاضر میشین، فقط یک تسلیت میتین. شما با تسلیت دادن هیچ کار، هیچ دردی را دوا نمیکنین. لطفا کمی به خود بیاین. ما به این خاطر به شما رأی ندادیم که امروز تمام فامیل ما، مردم ما به خون بشینه و غرق در خون باشه. خدا لعنتتان میکنه. فقط لعنت لایو آمدنم است که بسیار دلم درد کرده. واقعا اگر امروز ما در افغانستان میبودم، به تنهایی خود دروازه ارگ میدان میکردم و داخل میشدم و فقط میگفتم چی میخوای؟ آیا با ریختاندن خون هموطن من، برادر من، خواهر من، با اون مسلمان، با اون بیچاره ای که با اون قسمت؟ واقعا بسیار برم دردآور است. بیشتر دیدم برام گفتن
شهیدای زیاد کسای سگ دست فروشی میکنن، طفلی که به خاطر نفقه مادر پدر، به خاطر از اینکه یتیم هستن سرپرست نداره، رفته کار میکنه به خاطر یک لقمه نان که برای خواهر مادر خود ببره. اون امروز طفل معصوم با حالت بسیار خراب در سر سرک افتیده. بسیار متاسف هستم، واقعا درد آور است. خدا لعنتتان کنه، خدا لعنتتان کنه. خدا هیچ وقت روز خوش نصیب تو دکتر عبدالله نکنم. من حیث یک تاجیک نیم، من حیث یک افغانستان، من حیث یک زن افغانستان، من حیث یک مسلمان تو یک قاتل هستی. تو هیچ وقت قبول نداشیم و ندارم. خداوند لعنتت کنه اشرف غنی، خداوند لعنتت کنه امرای. اینقدر خائن بودنت، واقعا بسیار خائن هستی، بی حیثیت، انسان بی حیثیت، بی وجدان، نامردها که به ریختاندن خون مسلمان و برادر افغان ما تو خوش هستی. خدا لعنتتان کنه. وقتی حکومت داری که نمیتونی استعفا بدی، وقتی که سوانتان نیز استعفا بدی، بی وجدان ها. وقتی که نمیتونی حداقل آرامش روی به مردم داده، حداقل استعفا بدی بان این کسی که لایقش است، حداقل میتونه که مردم ما روحن آرام باشه، واگذار کنی ریاست جمهوری رو برای ازو. ما چی کنیم تو را؟ تو برگ شیشتی و آرام هستی و امروز طفلی که درد میکشه، با هزاران درد و رنج میره کار میکنه، به یوای سر تو رفتی او را شهید میسازی. کدام دولت؟ آیا اگر دولت باشه تو دروازی وزارت داخله انتحاری داخل میشه؟ خود تابندز داره امروی تو ارنشین خائن. خدا لعنتتان کنه، خدا لعنتت کنه اشرف غنی. خدا ما میگه اولادایت به یالت برسانه، از دل از دست بدی. ما میگه خداوند از حالت دل مردم افغانستان، از نمک دل مردم افغانستان بچشانید. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه اشرف غنی. دیگه هیچ گفتنی نداره، فقط تسلیت میگم به تمام خانواده شهدا، برای زخمی ها شفا عاجل میخوایم و از خداوند میخوایم که ما آواز پدر ما شدیم، یک بار ما بتانم پدر ما ببینم و حداقل مطمئن شم که جور است. و دوستایی که در داخل وزارت از فامیلای من، امید همه مردم افغانستان جور صدمند باشن، با امید از اینکه ما بتانم تمام دوستا و فامیلایم که به داخل وزارت داخله بودن ببینیم شما زنده هستن و سلامت هستن. خداحافظ شما.